داشتنی قدیمی مهربون با محبت بچه های سال هشتمیمون هستیم. خیلی خوشحالم که مجدد توفیق اینو داریم که صورت حالا مجازی آنلاین در خدمت بچه های عزیزم باشم. بچه اگر موافق باشید ادامه بحثمون رو با هم دیگه شروع بکنیم. سلام به روی ماه همه دوستانم. خب بریم. ما جلسه قبل رسیدیم که یه مقدار راجع به توانها با هم صحبت بکنیم. گفتیم توان در واقع خلاصه شدن ضربه. اگر شما بخواید یه عبارت که به صورت حاصل ضرب نوشته میشه رو خلاصش بکنیم، برای خلاصه کردنش میاد از مبحث توان استفاده میکنیم. خب حالا امروز یه مقدار بیشتر میخوایم راجع به این قضیه با هم صحبت بکنیم، چرا که توان مبحث بسیار مهمیه که شما حتی سال هشتم، نهم و حتی سالهای بالاتر هم درگیرش هستید و به طور مستقیم توی کتاب سال هفتم، هشتم، نهم بهش اشاره شده. خب حالا رو اینا بریم یه مقدار بیشتر با هم صحبت بکنیم. یه سری نکات شما توی جلسه قبل خدمت دوستان عزیزم عرض کردیم. گفتیم که اگر یه عدد منفی به توان زوج برسه مقدار مثبت میشه، اگر به توان فرد برسه مقدار منفی میشه. بعد راجع به محاسبات عدد تواندار صحبت کردیم. گفتیم که معنی عبارت های تواندار به چه صورته. دو تا کلمه رو به خدمت عزیزانم گفتم وقتی که میگن مجذور یک عدد یا مربع یک عدد، یعنی شما زحمت بکشون عدد رو به توان دو برسون. اگر گفت مکعب یک عدد، یعنی شما زحمت بکشون عدد رو به توان سه برسون. این کل داستان و ماجرایی بود که ما جلسه قبلی راجبش با هم صحبت کردیم. در رابطه با نقش پرانتز صحبت شد. گفتیم که اگر یک عبارتی داخل پرانتز باشه و به توان برسه، تمامی عوامل یعنی تمامی اعداد، علامت‌ها، صورت‌ها، مخرج‌ها همشون به توان میرسن. ولی اگر عبارتی داخل پرانتز نبود و پرانتز نداشت، دیگه تمامی عوامل به توان نمیرسن، فقط عاملی به توان میرسه که توان رو سرش قرار گرفته باشه. این کل مباحثی بود که ما جلسه قبل خدمت عزیزان دلمون عرض کردیم. خب حالا بچه‌ها میخوایم بریم مبحث اولویت‌ها رو با هم دیگه شروع بکنیم. بس مبحث اولویت‌ها رو با هم دیگه شروع بکنیم. خب من زاویه دوربینمون رو درست کنم. خب بچه‌ها مبحث اولویت یعنی چی؟ یعنی اگر توی یه سوالی چندین عوامل ریاضی و محاسباتی مثل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و توان و اینجور چیزا اومده بودن، ما از کجا باید شروع بکنیم و اولویت کدوم بیشتره، زور کدوم بیشتره برای محاسبات، اینو می‌خوایم با هم دیگه بریم. کما اینکه این قضیه رو سال هفتم خوندیم، سال هشتم هم می‌خونیم. پس یه یادآوری بسیار مهم و جدی از این مبحث با هم داشته باشیم. دوستان عزیز من، توی اولویت ها ما اول از همه اولویت رو میدادیم به کی؟ میدادیم به پرانتز. مثلا اگر بخوام خیلی مختصر اینجا برای شما هم بنویسم، توی بحث اولویت ها ما میگفتیم اولی مرحله از محاسبات با کیه؟ با پرانتز. با کیه؟ با پرانتز. دقیقا جایی نوشتم که نور داریم، من اینجا قراره ننویسم. من اینجا براتون نمی‌نویسم که بچه‌ها نور اذیتتون نکنه. خب بریم اولویت اول با پرانتز. اولویت پرانتز هم می‌دونیم از سال‌های قبل دوستان عزیز که دارن جواب میدن دمشون گرم، با داخلی ترین پرانتزه، با داخلی ترین پرانتزه. مرسی از شما. مرحله دوم با توان و برعکسشه. توان چیه؟ توان رادیکال، توان جذب. مرحله سوم با چی بود؟ با ضرب تقسیمه. بچه ها اگر ضرب و تقسیم با هم بیاد، از سمت چپ به راست اولویت داره. یعنی اون
بازیکنی که اول اومده باشه به قول کیانا چپترین اولویت بعدش راسته. مرحله چهارم جمع تفریق دیگه، جمع تفریق. اینجا که اولویت نداره، میگم هر کاری که دوست داری بکن، اول پاسی جمع کن، اول پاسی منها کن، هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنه. خب بریم اسلاید بعدی از این ماجرایی که از تا الان راجعش صحبت کردیم یه چند تا مثال با هم حل بکنیم، ببینیم داستان از چه قراری هست. خب توی این قسمت که سوالی ندارید بچه، یه مثال جلسه قبل حالا اگرم حل نشده مجددا برای عزیزانم حل بکنم. گفته که گفته دو ضرب در سه به توان دو، دو ضرب سه به توان منهای چهار به توان سه منهای شست و چهار به توان سه منهای شست و سه به توان ده منهای بیست و هفت به توان سه، بیست و هفت به توان سه. جهت یادآوری عرض کنم، اب نداره جلسه قبلی حل شده، مجددا خدمت عزیزان یک یادآوری کوچیکی بکنید. توی این قسمت اولویت رو اول میدید به پرانتزمون، تو پرانتزمون اول میام میگیم 4 به توان 3 منهای 63. بچه‌ی عزیز من اینجا اول اولویت با این 4 به توان 3 است که جوابش میشه 4 ضرب 4 ضرب 4. این کار اگر انجام بدید میشه، خواهش میکنم ملیحا جان اگر این کار رو انجام بدید جواب ما میشه چقدر؟ میشه 64 منهای 63 میکنیمش که جوابش بشه 1. پس حاصل این پرانتزه 1. بچه من با اجازتون توش پاک میکنم، توش پاک میکنم به جاش مینویسم 1. خب 1 هنوز توی پرانتزه و هنوز توی اولویته، درسته؟ هنوز توی پرانتزه و هنوز توی اولویته. خب الان باید پرانتز رو شروع کنم، پرانتز رو میش یکه. نکته داشتیم که یک به توان هر عددی برسه بازم میشه یک، اصلا دو به دو یک به توان هزار بازم میشه یک دیگه. ماشاءالله جواب دارم اینجوری. خب آقا پس این قسمت هم، این قسمت هم جوابش میشه یک. یه بار دیگه من سوال بنویسم از آقا، اینا رو پاک کنم دیگه، یاد گرفتم دیگه. یه بار دیگه من اگر سوال بنویسم میشه دو ضرب در سه به توان دو منهای کل پرانتز به جواب شد یک، یا با قرمز بنویسم سلیقه به خرج میدم حالش رو برد، منهای 27 به توان صفر. بچه 27 به توان صفر نه تنها 27 عددی به توان صفر، اما عدد دیدی توانش صفر جوابش میشه یک. حالا هر چی که میخواد باشه، عدد دیدی توانش صفر جواب بگو، جواب یک، جواب یک. این هم یک، یک مشکی، یک مشکی منهای این هم یک مشکی. حالا الان اینجا توان داریم، ضرب داریم، منها داریم، پس روی توان بیشتر میگم دو ضرب در سه به توان دو که میشه نو منهای یک، منهای یک مساویه ضرب منها منها. چیکار بکنیم آقا جون؟ میگم اول ضرب کن، ضرب کن ببینم میشه دو نقطه 18 تا منهای یک، منهای یک چند تا دوست داری بکنم دیگه برنش کنه نیست که جوابش میشه 16. خب این هم از این ماجرا. خب تو این قسمت سوالی نیست انشاءالله، اگر سوال هست من چند ثانیه وای نیستم بپرسید. بچه یه چند ثانیه محاسبات و مراحل تابلو رو نگاه بکنید. مرسی لیا، مراحل و محاسبات سوال رو لطفا نگاه بکنید، اگر جاش ایرادی اشکالی هست به من بگید که توضیح بدم. بچه سوال نداشتید تو این قسمت؟ قشنگ واضح بود تمامی مراحل که ما جلسات قبلی اینا رو داشتیم دیگه. بچه کیفیت تصویر واقعا خوبه، اگر حالا غیر از این میبینینش به خاطر اینه که شاید اینترنت خودتون ضعیفه، به خاطر اینه که اینترنت خودتون رو باید قوی کنید. باز دوباره نگاه بکنید توی این سوال اگر ایرادی هست.
خیر سوال میزدم شما گرد. آره بچه تصویر اگر میبینید مشکل داره به خاطر اینه که اینترنتتون شاید ضعیف باشه. بریم سراغ مبحث بعدی، قوانین تکان. قوانین تکان خب اینجا نمیزن نمیدیدن قوانین تکان. آقا ما قوانین تکان رو فقط تو سال هفتم بابت چی بررسیش کردیم؟ بابت ضرب بررسیش کردیم. به خدا رو من این شکلی نوشتمش. ولی تو سال هشتم و تو سال نهم ما در رابطه با تقسیم هم بررسیش می‌کنیم. تو سال نهم و هشتم بابت تقسیم هم بررسی میشه. فعلا در حد اینکه سال قبل راجع به ضرب شد گرفتیم بررسیش بکنم. دو حالت برای قسمت وجود داره. یا پایه ها با هم برابره، یا پایه ها با هم برابره، یا ببین توان ها با هم برابره، یا پایه ها با هم برابره، یا توان ها. دقیقا کیانو همه رو گفتیم. بچه هست اگر پایه ها با هم برابره بود میگیم توان ها رو شما میکنه جمع، مثلا مختصر به هم برسن یعنی جمع توان ها. اگر توان ها با هم برابره بود تمام های برابر رو می نویسیم، پایه ها رو من ضرب می کنیم، ضرب پایه ها. جان من اشتباه نکن، قاطی شب نکن، قاطی پاتی نکنید که من بهتون بگم چجوری باید این کار رو انجام بدید. خب دقت کنید عزیزان دل من، پایه ها اگر برابر باشه به فرض مثال باشه، به فرض مثال باشه آب توان ام ضرب در آب توان ام. بچه های عزیز من ما یه قرار با هم بزنیم که بچه اینه حالا اصلا قاطی نکنیم دیگه، هیچ موقع این سوالا رو قاطیش نکنیم. قراری که با هم میذاریم این باشه، میگم هر چیزی که هر کجا به هر شکل تکرار شده بود تو هم این کار رو بکن، تو هم تکرارش بکن. هر چیزی که هر جا چی بود بگو تکرار شده بود تو هم تکرارش بکن. چی تکراریه؟ حالا این ام و ان رو با هم جمع میکنیم، چه ام علاوه پایینیه رو نگاه کن، پایینیه رو نگاه کن. آب توان ام، آب توان ام ضرب در بی به توان ام. اینجا رو نگاه کن، کی تکراریه؟ ام. بنویسش، ام رو میبینیسم. بعد از رو سوال تقلب میکنی، تقلب کردن رو یاد بدم، از رو سوال تقلب کن میشه آ ضرب داره بی، خودش داره میگه دیگه بابا جون این کار رو دوست سر من انجام بده، میگه ما دوتا رو تو هم دیگه ضرب کن، میشه آ ضرب داره بی. پس بچه خاطی نکن اینا، میگه تکراری هم، تکراری هم تو هم من رو تکرار کن. میگیم چشم، بینشون علامت نیست جمعش کن، تکراریه تکراریه تکرارش کن. اگر رو خودش تولد کن دیگه میشه آزد داره بی تو پرانتز به توانه. این کل ماجره توانه سال قبله بود. تصویر رو یه نگاه بنداز بعد بریم با هم دیگه سوال حل کنیم. تصویر رو خوشگل یه نگاه کن، تصویر رو یه نگاه بکن بعد بریم سوال با هم حل کنیم. خب آماده؟ بریم سوالا رو با هم حل کنیم، بعد من میام دوباره اراده شما رو برطرف کنم. لیا جان بگو سوالت رو عزیزم. تو این فاصله که من صورت سوالا رو می‌نویسم شما اراده تو بگو عزیز من، بعد بریم با هم دیگه یه چند تا مثال حل کنیم. سوال چیه؟ چی پرسیدی؟ میگی که اگر در یک ضرب منظورت متوجه شد. بذار پیدات کنم میکروفون تو وصل کنم.
دایی جان میکروفونت وصل، اگر میخوای راجب این قضیه صحبت کنی حرف بزن، من صدات رو میشنوم عزیزم. بگو چی شده، سوالت چیه؟ بگو من. اگه در یک ضرب اگه توی یه ضرب یه طرف ضرب عدد و توان با هم، یعنی یه عدد و توان بود، توی یه طرف دیگه‌اش هم یه عدد و توان دیگه بود، چجوری حساب میشه؟ یعنی نه پایه‌ها مساوی باشه نه توان‌ها. اوکی الان میگم من راه کنم بچه سوالش رو دقت بکنید. سوال خوبی اتفاقا کرد لیا، به یکی از نکات بسیار مهم توی سوال توان حالا در سال 8 و 9 قضیه خیلی پررنگ تر میشه راجع به همین سوالی که لیا پرسید. بیا آقا تو گفتی یا پایه ها هم برابر میشه یا توان هم برابر، اومدیم اون یه سوال نه پایش ما هم برابر نتوان چیکار کنیم؟ میگم نگاه مثلا آقا یعنی سوال ما دادن گفتن که مثلا 27 زب در 3 توان 5 الان پایش برابر نه توانش برابر دیگه یه مثال دیگه مثلا دیگه که 16 زب در 2 توان 5 این من چیکار بکنم؟ پایش هم برابر نیست توانش هم برابر نیست میگم که بیا تجزیهش کن. بیا چیکار کن؟ تجزیهش کن. چجوری تجزیهش کن؟ بیا 27 تا تجزیه درفت یا بکن میشه 3 نقطا نومش میشه 3 ستا بچه 27 چند تا 3 شد؟ 3 تا از بجه 27 سبز رنگ نوشتم 3 به توان 3 سفره ادامه یه ماجرا 3 به توان 5 حالا تکرار 5 و 3 رو با هم جمع کن میشه چند میشه 8 سال بالا رو نگاه کن 16 رو با 2 رو میخوام ضرب کنم عکسیه میکنم میشه 4 4 تا میشه 2 تا اینجا هم میشه 2 تا از به جای 16 سبز رنگ میرسم 2 به توان 4 ضرب داره 2 به توان 5 2 با هم تکرار جمع کن میشه 2 به توان 9 میشه 2 به توان 9 اینم از این. خب این صرفا سوالی که پرسیدید گفتید که اگه پایه ها برابر نبود بچه اگر تجزیه کردید پایه ها هم برابر نشد توان ها هم برابر نشد این سوالا رو باید شما یه چند تا قانون دیگه بلد باشید از جمله قانون توان در توان از جمله قانون تقسیم اینا رو تو سال هشتم فصل هفتم تو مفصل میخونید درست شد؟ یه بار به چه 27 تجزیه کردم 3 نقطا 9 میشه 3 ستا پس 27 شد چند تا 3 شد 3 ستا به چه 27 میشم 3 به توان 3 خب آره یا نه 3 به توان 5 رو که سر داشته 10 ستا میشم میشه 3 به توان 5 تکرار شده تکرار کن این رو پرده با هم چند تا یه بالا 16 رو تجزیه کردم شد چند تا 2 شد 1 2 3 4 چند تا 2 چهار تا ادامه رو نگاه کن ضرب در 2 به توان 5 شده ببین تکرار حالا توانا رو باید جمع کن 4 به علاوه 5 میکنم میشه تموم شده پس هر موقع توی ضرب عدد توان دار پایه ها با هم برابر بود یه پایه رو مینویسیم توانا رو با هم جمع میکنیم مثال بعدی اینو من پاک کنم مثال بعدی رو هم ببینید بچه ها باشه بالا تابلو نمی‌نویسم بالا تابلو نمی‌نویسم سعی کنم پایین تابلو بنویسم اینجا هم نمی‌نویسم چون نود دارید خب مثال بعدی منهای 7 به توان 10 زده برگه به توان 2 خب بچه ها منهای 7 به توان 10 زده منهای 7 به توان 2 خب ببین الان منهای 7 رو هم برابر می‌نویسیمش یعوده رو هم جمع میکنیم چه چند میشه دوازده حالا چون که این عدد من یک عدد چیه؟ زوجه چون یه عدد زوجه جلسه پیش با هم گفتیم
اگر عدد منفی به توان زوج برسد میشه مثبت. پس این منفی هر یکی میشه مثبت 7 به توان 10. خب این از حالا یه سری سوال من می‌نویسم. بید اینا رو با هم دیگه حل. از ابتدا بنویسیم. دقت کن. 81 برابر عدد 3 به توان 8. مثال اول. مثال دوم. 16 برابر عدد 64. اینا را حل کنیم. 16 برابر عدد 64. خب سریع این دوتا را حل کن. بودو من این بر بشم ببینید شما. اولی حاصل قرار نیست به دست بیاریم کیانا. هیچ موقع توی سوالات عدد تواندار شما قرار نیستش که عزیزان دل من قرار نیستش که شما حاصلی رو به دست بیارید. اصلا قرار نیست اینا تو هم ضرب بشه یه عدد خیلی خیلی گنده به من داده شه. من از این سوالات باید سعی بکنم که از به صورت قوانین توان ازش استفاده بکنم. درست شد؟ پس تمام تلاشم بر اینه که ما این سوالات رو بر حسب قوانین توان ازشون استفاده بکنیم. از این عدد گنده مونده رو بذاریدش کنار. مرسی از دوستانی که جواب دادن. بعد سوال اول مثل ملینا و بقیه هرچه گلم 81 رو تجزیه میکنم. اینجا یه ذره چکلیست بازی بکنیم. 81 اگر تجزیه بشه میشه 9 تا، 9 تجزیه بشه میشه 3 تا و همینطور 3 تا. از 81 میشه 3 به توان 4. 3 به توان 4 ضرب داره. 3 به توان 4 ضرب داره. پس خودش داره میگه یه 3 به توان 5 خوب باشه. 3 به توان 5 مساوی میشه. 3 و 3 برابره رو بنویس. 4 و 5 رو هم جمع کن میشه 3 به توان 9. شد 3 به توان 9. بله مرسی از عزیزان دلم. بعدی 64 اجابه چک نمیز پاسی 64 64 میشه چند میشه 8 80. 8 خودش میشه 2 4 تا. 4 خودش میشه 2 2 تا. بچه این 8 3 تا داد. قطعا این هم 3 تا میده دیگه. آره 2 4 4ش میشه 2 2. پس الان من چند تا 1 2 3 4 5 6 به جه 64 هستم 2 به توان 16 داره. 16 نگاه کن. 16 میشه اولین سوالمون همین بود دیگه. دیگه نمیکشمش. 2 به توان 4 دو برابر توان رو جمع کنیم چه 2 به توان 10. مرسی بچه های گلم. مرسی نوا خانم نازنین و زهرا و و و و من اسامیتون نمیگم دانشجوها همگی درست جواب بدید. خب بریم سراغ مثال بعدی. بچه ها ماجرای توان یه یادآوری شد. حالا برعکس توان رو که ما هم راجبش صحبت رو کنیم من نوعی جذر گیری یا ریشه گیری. ریشه گیری جذر ببینیم دوستان من ما الان اومدیم گفتیم که خوب حواسا من گفتیم 3 به توان 2 یعنی 9. اومدیم گفتیم که 4 به توان 2 یعنی 16. خب حالا برعکس این رو نگاه کن چیکار میکنم. میام میگم که 9 چجوری ساخته شده. میگی که آقا 9 3 اومده تو خودش ضرب شده شده 9. میگم دمت گرم. میگم 16 چجوری ساخته شده. میگی 16 شده 4 ضرب داره خودش شده شده 16. میگم مثلا 25 چجوری ساخته شده. میگی که 25 میده 5 به توان 2 مساوی با 25. حالا آجا برعکس بیاد با هم حرف بزنیم. برعکس با هم حرف بزنیم. اینا که همه قبول دارید دیگه. اینا رو همه قبول دارید. حالا نه چیکار می‌کنم؟ ببین چیکار می‌کنم. باش می‌کنم.
این هم خواهش میکنم. این هم باشه. این هم من هست. میگم که نوه از کجا اومده؟ میگم نوه از کجا اومده بچه ها؟ میگه آقا نو سه ضرب در سه شده شده نو. خب 16 کجا اومده؟ 4 ضرب در 4 شده شده 16. 25 کجا اومده؟ میگم 5 ضرب در 5 شده شده 25. بچه اینکه شما الان دنبال یه عددی میگردید که تو خودش ضرب بشه بعد مولا نظر رو برما بسازه، این یعنی مفهومی رو دارید اینجا ازش استفاده میکنید تحت عنوان رادیکال، تحت عنوان جذر گرفتن. درسته؟ یعنی در واقع به قول کیانا من میتونم بیام بگم رادیکال 9، رادیکال 16 و رادیکال 25. درست شد؟ پس این رادیکال گرفتن مفهومی کاملا برعکس مفهوم توان رو داره. از ما این داره میگیم این جوابش به این صورت باید به دست بیاریم، اینجا اینجوری باید به دست بیاریم و اینجا هم به همین صورت. خوب دقت کنید عزیزان دل من، ما اینجا یه بحثی داریم تحت عنوان ریشه، یه بحثی داریم تحت عنوان جذر، یه بحثی داریم تحت عنوان ریشه، یه بحثی داریم تحت عنوان جذر. بچه را کنید رادیکال نو یا ریشه یا عدد نو چیه؟ عدد سه. رادیکال 16 چنده؟ 4. رادیکال 25 چنده؟ 5. درسته؟ ولی اگر بخوایی دقیق تر به قضیه نگاه بکنی، دقت، اگر بخوایی دقیق تر به قضیه رو نگاه بکنی، بچه‌های عزیز من، هم عدد مثبت 3 ضرب در خودش بشه میشه 9، هم عدد منفی 3 ضرب در خودش بشه میشه مثبت 9. چرا آقا اینجا رو کن چرا شو به توضیح بدم؟ منهای سه ضرب در منهای سه منفی در منفی میشه مثبت سه ستاپ نوتا. پس این نوه، این نوه کجا آمده؟ هم مثبت سه تو خودش ضرب بشه میشه نو، هم منفی سه تو خودش ضرب بشه. پس درست بشه که بگید ریشه نو میشه مثبت منفی سه، ریشه 16 میشه مثبت منفی 4، ریشه 25 میشه مثبت منفی 5. درسته؟ نکته مهمه این دان تو این بود که اگر راجع به ریشه گیری صحبت بشه در واقع شما چند تا جواب دارید؟ دو تا جواب دارید. آفرین نازنین زهرا، دو تا جواب دارید. درست؟ که یکیش مثبت یکیش منفی. بچه یه موقع سوال فقط میگه رادیکال نو، یعنی سه رادیکال نو، ما به رادیکال نو در واقع میگیم جذر عدد 9. جذر فقط مثبت داره. از چی گفتم؟ جذر فقط مثبتش رو میگی، رادیکال فقط مثبتش رو میگی. ولی وقتی که میگه ریشه باید دو تا علامت رو بگی، هم باید مثبتش رو بگی هم باید منفیش رو بگی. درسته؟ از اینجا درستش اینه که این بریم بنویسم بگم ریشه دوم 9، ریشه دوم 16، ریشه دوم 25. چون میگم ریشه، پس برای هر عددی ما چند تا ریشه داریم؟ دو تا، که یکیش برامت مثبت یکیش برامت منفی، یکیش برامت مثبت یکیش برامت منفی. دم شما گرم. سوالی اگر هست دوستان گل من بفرمایید. اینم هست. پس نکته که فهمیدم برای جذب گرفتن باید برعکس عمل توان رسوندن رو انجام بدم، برای بذار بیام نزدیک میکروفونم، برای عمل جذب گرفتن برعکس عمل توان رسوندن رو باید انجام بدم. اگر سوالی گفتش که رادیکال، ما فقط علامت مثبت رو میگیم، ولی اگر گفتش که ریشه دوم، ما باید علامت مثبت و منفی رو خدمتتون بگیم. اینم از این. بچه دقت بکنید. نکته بعدی. به معنا میگم رادیکال 9 سر میگی 3. میگم رادیکال 16 میگی 4. میگم رادیکال 25 سر میگی 5. خب حالا به جای رادیکاله که الان داری اینقدر راحت و سریع جواب منو میدی، فرض کن مثلا من برگردم بگم رادیکال 20. میگی رادیکال 20
یعنی منظور حرف من اینه که آقا چه عددیه که دوبار تو خودش ضرب بشه بشه 20؟ میگیم عددی وجود نداره، عددی به این شکل و شمایل وجود نداره. این عددی که وجود ندارن رو ما بهشون میگیم اصطلاحا جذر تقریبی دارن. من اینو بشنم با هم صحبت کنیم. ما به اینا میگیم عددی هن که جذر تقریبی دارن، درست شد؟ پس بچه‌های عزیز من، یه سری از اعداد میبینیم مثل مثالهای که الان داشتیم راجعش با هم صحبت میکردیم، مثل 16 و 9 و 25 این داستانا، اینا جذر کامل دارن، ریشه دوم دارن. بچه ها صدا نیست، تصویر قطع میشه، صدا قطع و وصل میشه، اینا از سمت خودتونه، از سمت اینترنت خودتونه. اینو چک کنید و اینه از این برم چوکه. آها ملیکا، اینا جذر تقریبی دارن، باید به طور تقریبی بیاید این قضیه رو بررسی بکنیم. که خیلی از بچه ها توی مبحث جذر تقریبی سوال داشتن که امیدوارم انشاءالا با توضیحات که الان تو خدمت عزیزانم عرض بکنم، داستان و ماجرای جذر تقریبی یک بار برای همیشه جا بیفته. عزیزان من، حواسا حواسا حواسا، خیلی خوشگل ترتمیز این جذر تقریبی رو الان با هم دیگه می‌خوام بررسی بکنیم که این دوره سال 80 می‌خواد تکرار بشه. مرسی از جوابایی که دارم می‌بینم و هم درسته. حالا این داستان رو می‌گیم که مثال ترتمیز و خوشگل بررسیش می‌کنیم. دوستان گل، حواسا باشه، می‌خوام الان روش جذر تقریبی گرفتن رو با هم دیگه بررسی. من جذر تقریبی رو کامل ترین روش ممکن بهتون میگم، یعنی در حد سال 80 بهتون میگم که به چه صورت این اتفاق میتونه بیفته. خوب نگاه کن. مثلا به فرض مثال میخوام جذر تقریبی رادیکال 29 رو حساب کنم. رادیکال 29. بچه‌های عزیز من، اولین کاری که میکنیم باید تشخیص بدیم، اولین کاری که میکنیم باید تشخیص بدیم که این رادیکال 29 بین کدام دو عدد با جذر کامله؟ بین کدام دو عدد با جذر کامله؟ خب تصویر رو ها کن. 29 آقا کجا بفهمم چجوری باید بفهمم عددهایی که قبل و بعدش جذر کامل دارن چنده؟ دقت کن. میگم از این 29 همه چجوری عقب؟ همه چی بیه جلو، درسته؟ دقت کنید بچه های عزیزم، از این 29 همیشه رفت عقب، همیشه اومد جلو. مثلا من الان دوست دارم برم عقب، بریم عقب با هم دیگه. از 29 بریم عقب میشه 28، جز داره؟ نه. بریم عقب تر، 27 جز داره؟ نداره. برو عقب، 26 نداره. وایسا، 25 جز داره. پس عدد قبلی ما که جز کامل داشته باشه میشه چند؟ میشه 25. از عدد پشتیه رادیکال 25ه، درسته؟ یا فهمیدی دیگه جذرش رو بنویسید. عدد پشتیه رادیکال 25 چنده؟ 5ه. دیگه فکر نکن، این که شد 5 100 درصد این باید بشه 6. پس حواست باشه این دوتا همیشه باید نسبت به هم بچه پشت سر هم باشن، متوالی باشن. مرحله اول انجام شد، مرحله اول انجام شد. مرحله دوم میگه بیا عدد 56 رو چیکارش بکن؟ عدد 56 مرحله دوم دارم میگم، بیا وسطش رو پیدا کن. وسط عدد 56 رو پیدا کن که میشه 5.5، درسته؟ 56 وسطش میشه چند؟ میشه 5.5. پس اینجا می‌نویسم 5.5 وسطش. مرحله بعدی میگه این 5.5 رو بیا چیکار کن؟ بیا به توان 2 برسون. 5.5 رو بیا چیکارش کن؟ به توان 2 برسون. میخوام الان ببینیم که به کدوم نزدیکتره. خب دقت کن. خب بیاییم بچه 5.5 رو به توان 2 برسون، یعنی 5.5 رو در واقع ضرب داره 5.5 بکنیم که جوابش میشه 3.25. خب جواب من شد 3.25. خب حالا دقت کن آقا جون من، عزیز دل من، دوست قشنگ من، این عددی که ما بعد از این همه داستان و اذیت شدن به دست آوردیم رو با عدد خودت مقایسش کن. با عدد خودت مقایسش کن. عدد دو چند بوده؟ 29 بوده.
عددی که من برای درآوردم چند شده؟ 30 و خورده‌ای شده. یعنی 29 چی شده؟ از 29 چی شده؟ بیشتر شده. از 29 بیشتر شده. حرفمو قطع کنم. آقا معلم ها اینطوری نگفته. ما پارسال اینطوری بلد نبودیم. بچه ها گفتم روشی که داریم برای جذر تقریبی بگیم روش کامل به دست آوردن جذر تقریبیه. روش کامل به دست آوردن جذر تقریبیه و روشی که شما پس ساعت سال 8 میخوایم من یاد بگیم شما الان دارم چون سال 8 رو من این درسته پس قراره ما اینو تو سال 8 هم یاد بگیریم. از خوب دقت کن. یه سری از معلم ها تو سال 7 جدول رو به دانش آموز میدن میگن از جدول حالا شما تشخیص بدید. اون روش مال سال 7 همه. ما الان داریم کامل ترینش رو یاد میگیریم. خب ما الان داریم کامل ترینش رو یاد میگیریم. پس دقت بکنید. 5.5 رو به توان 2 میرسونه میشه 30.25. خب بچه اینو نگاه کنید. یه دقیقه راجع به تفاوت توی این داستان لطفاً صحبت نکنید. بعدش که گفتم تموم شد راجعش با هم دیگه بحث می‌کنم. خب الان 5.5 رو به توان 2 رسوندم شد 30.25. حالا این 30.25 رو با این 29 چک کن. عددی که ساختم بیشتر شد نه؟ این چرا بیشتر شد؟ چون این بیشتر بود. چون این بیشتر شد این عددم بزرگتر شد. خب من میخوام این 30.25 کوچیک‌تر شه تا به عدد ما نزدیک‌تر شه. میگم باش میخوای کوچیک‌تر شه. این 5.5 رو بیار پایین. 5.5 رو بیارش پایین. خب بیارمش پایین. یه جدول میکشم اینجا رو میگم عدد مجذور بیارمش پایین. اولین عددی که میاد پایین میشه 5.4، بعدی میشه 5.3، بعدی میشه 5.2، بعدی میشه 5.1. خب این عدد رو ما الان در واقع از این فهمیدیم که باید بیاریمش پایین تر. خب این عدد رو که آوردید پایین تر رو بچه ها الان باید مجذورش رو حساب کنید، یعنی توان دومش. پس میگم 5.4 ضرب در 5.4 که جوابش میشه 29.16. بنویسید اینجا 29.16. بعدی رو نگاه کنید 5.3 ضرب در 5.3، 5.3 ضرب در 5.3 به جوابش میشه 28.9. لزومی نداره بقیه رو حساب کنیم دیگه. حالا برای اینکه خیالتون راحت بشه 5.2 رو هم حساب میکنم. میشه 27.04. 27.04. عدد بعدی چنده؟ 5.1. این هم حسابش میکنم. 5.1 ضرب در 5.1 میکنم میشه 26.01. 26.01. دوستان عزیز الان بین این عدد آبی رنگی که اینجا براتون نوشتم کدومش به عدد من نزدیک تره؟ خب 26 خیلی کوچیک‌تره، بعد بیا 27، بعد بیا 28، بعد میشه 29. ببین 29 که مشخصه عدد ما رو رد کرده، درسته؟ چون عدد من دقیقا 29 هست ولی 29 ممیز 16، پس این 16 سال عدد من رو رد کرده. عدد من اینجا هاست، عدد من اینجا هاست، پس تقریبا عدد من جزش میشه کوچیک‌تر رو انتخاب کنم. جزش رادیکال 29 تقریبا این که نه این که تابه بزرگتر از اینجا هست دیگه به این نمیرسید میشه 5.3 این هست. خب حالا در رابطه با نکاتی که گفته شد خدمت دوستان عزیز دل من سوالی اگر هست خب من دوباره توضیح میدم اینو بعد من اراده بچه ها رو ببینم. بله زهرا همیشه باید به توان دو برسونیم. توضیح میدم اونو چرا تو جزوه نوشته 5.4. دیگه سوال بپرسید آن بگم. خب سوال نداریم تا به این لحظه. خیلی خوب بریم. من جواب سوال این چند تا عزیزمون رو بدم. گوش کنید. خب
آره یکی دیگه آتنا حتما حل میکنم. بچه من یه بار دیگه توضیح بدم، از اول بسم الله شروع کنیم. گوش کن، میخوام جذر تقریبی به دست بیارم. خب من میدونم که جذر تقریبی برای اعدادیه که جذر کامل ندارم. تا اینو میگم طرف میگه پرچی اصلا برای 25 این کار نمیکردی. 25 جذر کامل داره. الان بیا برای عدد این کار رو بکن که جذر تقریبی نداشته باشه. خب جذر تقریبی نداشته باشه. دقت کنید دوستان عزیز دل من. آقا جان اینا من بگم، حالا راجع به اختلاف اینا ما هم صحبت میکنیم. خب ببینید بچه های عزیز دلم، اول از همه عددی که ما جذرش میخوایم بگیریم 29. مشخص بکنیم عدد 29 بین کدوم دو تا عددی که جذر داره. یعنی چی آقا؟ یعنی ببین عدد قبلی و عدد بعدیش که جذر کامل داره کدام است. این 29 دست اینجا، این 29 قبل 29 چه عددی جذر داره، بعد 29 چه عددی جذر. آقا برم عقب یا برم جلو فرقی نداره، هر طوری دوست داری حرکت. از 29 بریم عقب، بریم عقب. حالا اون دفعه رفتیم عقب، این دفعه بیا جلو. از 29 بیا جلو بچا. عدد بعد از 29 میشه 30 جذر داره، نه خیر نداره. برو بعدی 31 نداره، 32 نداره، 33 نداره. همینجوری میری و میشه به قول زهرا خانم 36. پس عدد جلویید که جذر کامل داره چنده؟ 36. اگه جوابش میشه چند؟ 6. بچا این شد 6. عقب قبل عدد قبلی یه ازش کمتر. وقتی که این شده 6 میفهمم این 100 درصد چنده؟ 5. مرحله اول انجام شد. مرحله دوم اینجا برات کلمه‌شو نوشتن چیکار کن؟ وسطشو پیدا کن. وسط 5 و وسط 6 رو پیدا می‌کنم. خب وسط 5 و 6 میشه چند؟ میشه 5 و نیم. وسطش میشه 5 و نیم. بله به قول شیلا حتما قبلی یه دونه ازش کمتره، یا مثل توجیه اولام حتما بعدی یه دونه ازش بیشتره. بگین چه در مورد 5 اینجا 100 درصد میشه 6. یعنی من اینو میخوام بگم بچا از سمت چپیه بعد از سمت راستیه 100 درصد باید متوالی باشن. اینم از این. آقا جان حواسم از سوال چشم اینا رو بگم بعد در خدمتتم. 5 و نیم رو به توان 2 میرسونم، به توان 2 برسونم میشه 30.25. الان زهرا جواب میدم اینو بگم بچا تموم شد روشم، بعد میام سوالات تک تکتون رو جواب میدم. گوش کنید لطفا، الان حواسم پرت میشه، سوالاتتون رو نمیتونم جواب بدم. اینو به توان 2 میرسونم میشه 30.25. الان 30.25 از عدد من که 29 بود چی شده؟ بیشتر شده. الان 30 خورده ای از این 29 بیشتر شده. چی باعث شد این اتفاق بیفته؟ این باعث شد، این گنده بود که تو این کار رو کردی عددش گنده شد. اینو بیار پایین. 5 و نیم اگر بیاد پایین میره تو جدول بالا، میره تو جدول بالا میشه 5 و 4، 5 و 3، 5 و 2، 5 و 1. درسته؟ خب بچه این عددی که گفتیم 5 و 4، 5 و 3، 5 و 2، 5 و 1 رو مجزوراتش رو به دست بیاریم. یعنی عدد رو بیا به توان 2 برسون ببین حاصلش هم میشه. خب من این کار رو برات کردم. 5 و 4 به توان 2 رسوندم شده 29 و 16، بعدی 28 و 9 الاخر. حالا از این عدد آبیه که اینجا براتون نوشتم میخوام ببینم کدومشون به عدد ما میخوره. 26 که خیلی کوچوله، بلش کن. 27 هم باز کوچیکه. من بین این دوتا شک دارم، من بین این دوتا شک دارم. خب اینجا رو ببینید بچه ها، یه سری از معلم ها میگن عیبی نداره اگه ازش بزرگتر شد، فقط نزدیکتر باشه. عیبی نداره ازش بزرگتر شد، فقط بهش نزدیکتر باشه. یه سری دیگه میگن که نه ازش بزرگتر نباشه، ازش بزرگتر نباشه، هر چی بود کوچیکتر باشه. ماشین حساب اینطوری جواب میده. خلاصه معلمایی که میگن اگر ازش بزرگتر بود ولی نزدیکتر بود ایرادی نداره، جوابش میشه 5 و 4. یه سری دیگه که میگن ازش کوچیکتر باشه، جوابش میشه 5 و 3. حالا من بین این دوتا کدوم رو بنویسم؟ بچه ها جذر تقریبیه دیگه، خودت داری میگی تقریبی، یعنی دقیق که نیست، دقیق که نیستش که، درسته؟ پس تقریبا میگیم 5 و 3. یعنی شما اگر این عدد رو حتی اگر تو ماشین حساب محاسبه بکنید جواب 5 و 3 رو بهتون میده. درسته؟ جواب 5 و 3 رو میده. تموم شد. حالا از الان به بعد مرز خواهش میکنم کوثر خانم، از الان به بعد هر عزیز دلی هر سوالی داره بسم الله بگو. آبا جان آبا بگم آبا میکروفونت روشن، اگه دوست داری حرف بزنی حرف بزن. توی جزو 5 ممیز 3 رو
نوشته 29.9 آره میگم گفتم فرقی نداره دیگه، چون جذب تقریبیه یه سری ها میگن 5 و 4 چون داشتن عدد. آه ضربشو میگی؟ نه توی جزه زیر 5. آره اون ضربش اشتباهه. آره اگه نمیشه 5.0 نمیشه 29.0 اشتباهه. 5.3 ضرب در 5.3 جوابش میشه 28. اون ایراد تایپیه. متوجه شدم کجا رو میگی؟ مشکلی نداره. اون اصلا ایرادی نداره. خب دیگه چی؟ بچه همون چی سوال درست اگر؟ خب بچه های عزیزم متوجه شدن؟ اگر سوالی نیست بریم ادامه ماجرا رو خدمت دوستانم عرض کنم. خب بریم مبحث بعدی. خب یکی از سوالاتی که تو این قسمت پرسیده میشه در رابطه با به دست آوردن حاصل عبارت جعبه توان داره. من نکته بگم قبل از اینکه میخوام سوال حل کنم، بچه ها راجع به اینکه جزوه نمیدید یا جزوه میدید چی کار میکنیم، ما فعلا این یکی دو جلسه که تو سال هفتم داریم یادآوری میکنیم جزوه به شما نمیدیم، چرا که جزوه رو شما قبلا داشتید. خب ولی انشالله به محض اینکه تموم بشه، به محض اینکه تموم بشه یادآوریمون و ورود پیدا بکنیم به قول معروف ریاضی سال هشتم، حتما جزوه رو تقدیمتون میدین. میتونید از خانم راد بگیرید بعدن، هنوز ندادن بهشون، پس فعلا بابت جزوه نگران نباشید. اگر بابت این قضیه میتونید یادداشت بکنید، میتونید از این نوت برداری استفاده بکنید، میتونید مطالبی که خدمتتون میگم اون یادداشت بکنید، بعدن حالا توی جزوه سال هشتم مطالب مجددا تکرار میشه. خب بریم ادامه ماجرا. گفتیم یه سری از سوالاتی که ما خواهش استفاده کنیم برای به دست آوردن حاصل یه عبارت جعبه که به صورت تواندار بعد مطرح میشه، اینا چیکار میکنیم؟ خوب دقت کنید. مثال گوش کن گوش کن. میاد میگه که اگر مو به توان عام مساوی با 10 باشد حاصل دو به توان آی به علاوه دو را بیاد. من چه یک سوالات خیلی معروف و مطرح این قسمت من کنار بایستم نگاه کنی قشنگ. گفته که اگر دو به توان آ مساوی با 10 باشه حاصل دو به توان آی به علاوه دو رو به دست بیارید. خب خوب نگاه کن الان چی کار باید بکنیم. نگاه کن چی کار باید بکنیم. الان اینجا بچه به من چی رو داده؟ دو به توان آ رو داده چند؟ 10. خب حاصل دو به توان آی به علاوه دو رو میکنم. خب آقا ما اولش چی کار میکردیم؟ میگفتیم توانها رو کی با هم جمع میکنیم؟ زمانی که پایه های یکسان در هم ضرب بشه، درسته؟ پس اینجا در واقع برعکس داریم حرف میزنیم دیگه. توانها رو کی با هم جمع میکنیم؟ زمانی که پایه های یکسان در هم ضرب بشه. خب آقا الان عبارت ما چیه؟ دقت عبارت ما چیه؟ دو توان آی به علاوه دو. میگم این علامت جمعی که اینجا میبینیم یعنی در واقع اولش پایه ها تو هم چی شدن؟ ضرب شدن. پایه ها تو هم ضرب شدن. یعنی اینطوری بوده دو به توان آ ضرب در دو به توان دو. اگر شک داری نگاه کنم، شک داری نگاه کن، دو با دو برابره، پس باید اینو اینو با هم جمع، این دو تا با هم جمع شد. خب تمام شد و رفت دیگه. حالا بیا چند اطلاعات مسئله جایگذاری کن. سوال میگه دو به توان ها چنده؟ 10. به جای دو به توان ها میذارم 10. از حاصلش میشه 10 ضرب در دو به توان 2 4. جواب میشود 40.
جواب میشه چی؟ 40. از اومدن تنها کاری که اینجا کردم طبق اطلاعات مسئله به جای دو به توان آ گذاشتن ده. یه نکته. نکته بعدی، هر موقع اینجا رو نگاه کن، قانونش رو بنویسم واسه، هر موقع توان آ با هم دیگه جمع شده بودن پایه ها رو تو هم چکار میکنیم؟ ضرب میکنیم. یه نگاه بنداز به راه حلم، اگر سوالی را دید هست بگو بهت مجددن. سوالی نیست سوالان؟ یه مثال دیگه، یه مثال دیگه. اگر سه به توان آ و سه به هفت باشه، سه به توان آ به علاوه مثلا چهار چند میشه؟ حالا یه چیزا بزرگتر کردم. خب نگاه کنید عزیزان دل من، بچه ها همچنان ما سر حرف اینجا هم هستیم که اگر بیا اصلا قانون شاید نیست، خیلی خلاصه بار برات می‌نویسم، اما دارم توضیح میدم. کنار کن نگاه کن، اگر توان‌ها جمع شده بودن، اگر من جمع توان رو داشتم، خلاصه اگر جمع توان رو من داشتم باید چیکار کنم؟ پایه‌ها رو ضرب کنم، ضرب پایه‌ها باید اتفاق کنم. پس اگر توانا با هم جمع شده بود، اگر توانا با هم جمع شده بود باید پایه‌ها رو توانا چکار کنیم؟ ضرب. الان ببینید بچه توانا با هم جمع شده دیگه، یکیش دقت کن، من میام میشتم سوال رو جواب بدم، بچه یک سوال بگو سوال نگیم، یه توانمون اینه، یه توانمون این دایره قرمزه، آقای دو تا دایره قرمزه نه خوبه هم دیگه جمع شدن، اینجا بهت نشون دادم اگر جمع بشه باید پایه‌هاش رو توانا چکار کنیم؟ ضرب. خب میشه سه به توان آ ضرب کن، ضرب در سه به توان چهار مساوی با خود مسئله دیگه. آقای حنیفه سه به توان آ چنده؟ هفته. به جای سه به توان آ بیا لطفا قرار بده هفت، میگم چشم، به جاش میذارم هفت با قرمز، ضرب در سه به توان چهار. خب آقا سه توان چهار یعنی این دیگه، یعنی سه ضرب در سه ضرب در سه ضرب در سه که جوابش میشه 81. پس من می‌نویسم 7 ضرب در 81. خب حاصلش رو نگاه کن، 7 ضرب در 1 میشه 7، 7 ضرب در 8، 7 8 میشه 56 تا. یه نگاه بکن مراحل و محاسبات رو، اگر جای ایرادی اشکالی هست من در خدمتتون هستم. نگاه کن، خب من کنار باشتم ببینید عزیزان من. بچه این قانون قانونی بود که ما در رابطه با جمع توان ازش استفاده. حالا آقا اگر یه جا ضرب بود، اگر یه جا منها بود چی؟ اینا دیگه برمیگرده به سال هشتمتون که انشالله عمده خود عمری باشه. حتما خدمت دوستای گلم با افتخار عرض میکنم. مرسی از عزیزانی که همینطوری دارن جواب 567 رو برای من به درستی ارسال میکنن، دم همه عزیزان گرم، خدا حفظتون کنه. اگر توی این مثال ایرادی هست ماشاءالله جوابی که داره میادا، اگر توی این مثال ایرادی هست بفهمید، اگر که نبریم قانون رادیکال ها رو با هم بگیم و این فصل رو با اقتدار ببندیم. ما اینجا ننویسیم خب بریم راجع به قانون رادیکال ها با هم صحبت. آن رادیکال میگه که خب عزیزان من نگاه،
قانون رادیکال ها برای ضرب و تقسیم میگه که آقا اگر دو تا رادیکال تو هم ضرب یا تو هم تقسیم شده و چی شد؟ اگر یه رادیکالی توی یه رادیکال دیگه چی شده بود؟ ضرب شده بود، تقسیم شده بود؟ میتونیم خلاصش بکنیم، میتونیم این قیافه وحشتناک در بیاریم بندازیم کار زیر یه رادیکال، یه بار ازش بترسیم. ترس نداره که این مسخره بازی اینو برای بچه های همین بوده ترس نداره، اینا باید قرص بدیم ما و واقعا این کار میکنم. این دوتا رادیکال میدازیش توی رادیکال، میگم چجوری این کار بکن؟ یا آقا زیر رادیکال اولیه کیه؟ بگی آه بنویسش علامت بنشیه یا ضربه؟ ضرب و ضرب بزن، تقسیم و تقسیم بذار، زیر این کیه؟ زیر این بیه، درسته؟ پس بله کیانو که جواب بده. فاطمه خانم لطف داری عزیزم، شما خودتون خوبید و به علاوه بقیه هستم. عرض میکردم خدمت دوستانم اگر دوتا رادیکال تو هم دیگه ضرب یا تو هم دیگه تقسیم شده بودن میشه این دوتا رادیکال رو خلاصه کرد و در قالب یک رادیکال میشه. بچه برعکسش هم درسته، یعنی اگر یه رادیکال بود که زیرش دوتا عدد اینجا بگیر، اگر یه رادیکال بود که زیرش دوتا عدد تو هم دیگه ضرب شده بود یا تو هم تقسیم شده بود، برای اینکه اینا دعواشون نشه، برای اینکه این زیر هم دیگه رو نکشن دعواشون نشه، یه جدا کنیم، یه سمر کدومو بهش بدیم. یعنی چیکار کنم آقا حنیفه؟ یعنی یه رادیکال بده به این بچه بره دنبال زندگیش، یه رادیکال بده به این بچه بره دنبال زندگیش، وسطشون چیکار کنم؟ دست نزن وسطش، علامت خودش بمونه، ضرب بود ضرب بود، تقسیم بود تقسیم کن. قانونه رو یه نگاه بنداز، بریم الان با هم سوال ما رو حل کنیم. زهرا خانم لطف دارید و بقیه عزیزان دلم، مرسی از انرژیتون، دمتون گرم، خیلی گلید، خیلی هم دوستتون دارم. ان شاء الله وضعیت رو تا برطرف بشه، ما همتون بچه عزیزمون رو سر کلاس ببینیم و با دیدنشون کلی حال دلمون بهتر بشه. خب آقا قانون رو کردیم، اینو داشته باش همینجا، همین الان میخوام جمعشم بگم، یه های دوتا رو کنار هم مچه هم ببینیم بعد داریم ما هم مثال حل کنیم. قانون اگر بچه ها زیر رادیکال جمع و تفریق داشتیم، اگر زیر رادیکال جمع و تفریق داشتیم، یعنی بود رادیکال آ، رادیکال آ به علاوه یا منهای رادیکال به رادیکال آ نه 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 ببین اینا دیگه خیلی روشون زیاد میشه به اینا رو نندید بچه جمع مفتی خیلی آدم ضعیفیه، ارزش اینا نداره که بینا دوتا رادیکال بدیم، پروش رو نکنیم، حق نداری این کار رو بکنی، حق نداری این کار رو بکنی، این اشتباه عزیز دل من، این اشتباهه، بزنی تو سرش، بگو حرف نزن، بگیرش سر جات، رادیکال به تو نمیدم، به تو هم نمیدم، این کار رو برای کی میکنم؟ این کار رو برای این میکنم، خیلی خفنه، خیلی زورش زیاده، یه رادیکال به اولیه بده، یه رادیکال به دوم، این دوتا رو هم قاطی نکن تو زن. اگر دوتا عدد زیر رادیکال بود میتونی یا حاصل این رو در بیاریم یا حاصلش رو در بیاریم بری رادیکال بگیری. دوستان داریم کار بکنیم، یه رادیکال از اولیه بگیر، یه رادیکال از دومیه بگیر، جوابش رو به دست بیار، بعدا تو هم دیگه ضرب و تقسیم کن. یادت باشه ضرب و تقسیم رادیکال ها خاصیت تفکیک کردن داره، جمع و تفریق خاصیت تفکیک نداره. جمع و تفریق بود نگاه کن منو، منو نگاه کن، جمع و تفریق بود اول از همه باید چیکار کنیم؟ ببین اینجا دارم برای بینیستم، اول از همه باید چیکار کنیم؟ باید حاصلش رو در بیاریم، باید اول حاصلش رو در بیاریم، باید داره با هم دیگه جمع و تفریق بود. آقا اینو یاد بگیر، قیافه تخته رو نگاه بکن، قوانینش رو ببین، بریم ما هم دیگه مثال حل کنیم، یه نگاه بنده کل تابلو رو، یه نگاه بنده، یه نگاه بنده. فاطمه بالا مجبورم بنویسن، جا ندین فدات بشم، وسط تابلوشون نور، اصلا هیچ متوجه نمیشید. کوثر خانم عزیز لطف دارید، آقا یه نگاه بنداز، بریم مثل، بریم مثال، بریم مثال. خب مثال حل کن،
مثال اول رادیکال نمره ضربش 16. مثال بعدی رادیکال 25 به روی 36. رادیکال 25 به روی 36. نظر دراستر بکنم که نشون بدم همه شون زیر رو بکنم. بعدی رادیکال نمره برای 16. بذار با قیافه سوال بازی کنیم. رادیکال 9 در دوستان گل، عزیزان من، هشتمی های با معرفت هم نگاه کنید ببینم. خب ضرب دوتا کار میتونم بکنم. من بگم دوتا کار میتونم بکنم. ببین یه کار اینه که بیاری 9 رو ضرب در 16 رو کنی، یه عدد گنده در میان. 9 ضرب در 16 خیلی عددش گنده میشه، جزش میشه. غلطه این کار رو بکنم؟ غلطی سخته. حال ندارم نمزد داره 16 کنم. خب نکن این کار فردا چندشو خود اذیت میکنیم. بهت گفتم اینو وقتی دارن دعوا میکنن این زیر یه رادیکال به اولیه بده، یه رادیکال به دومیه بده، یه رادیکال به اولیه، یه رادیکال به دومیه. بعد هم دعواشون نشه میشه این به دومیه رادیکال بده میشه این. آخرش راحت شدیم تمام شد رفت دیگه. رادیکال نام اینو عمه منم میدونه. رادیکال نامشه چند میشه؟ 3. رادیکال 16 این هم دوباره هم من میدونه میشه 12. چند نباموشی داریم؟ پیرزن چی کار داریم من نمیدونم. میشه 3 4 12. خب آقا بعدی کسره. کسره نداره. من عدد اشاری من از کسر بدم میاد. یه رادیکال به صورتش بده، یه رادیکال به مخرجت، خیالت رو راحت کن بره به کارش دیگه. بیا زهر و سریع کن پنج شون در بده یه جوره. آ آ درسته؟ جواب شو جلو میرسم نور نخور بدیم. ببین ول کنیم صورت رو نگاه، صورت رو نگاه پنج یه پایین، مخرج رو نگاه شیش. همون چرا رفت؟ سوال بعدی حق نداری تفکیک رو کنی عزیز دل من. چرا آقا چرا نمیتونی؟ به این دلیل علامتش رو رنگی بنویسم. من سه اطلاع عزیزانی که میگن حنیفه رنگی نمینویسه، اختر رو نگاه کن به این خوشگلی، اختر رو نگاه کن عشق کن چیانا. بچه یه رمز بذاریم با هم تکلیف رو مشخص بکنیم. من همیشه به بچه ها اینطوری میگم، میگم آقا چند تا رادیکال میبینی تو جمع تفریق؟ چند تا رادیکال تو جمع تفریق می‌بینی؟ میگه یه رادیکال. میگم خدا خیرت بده، جواب این رادیکال رو دست بده. پس چند تا رادیکال می‌بینی؟ یه رادیکال. جوابش رو دست بده. جواب میشه چند؟ زیرش جواب میشه چند؟ 25. جواب شده سوالی؟ حالا جواب میشه چند؟ ترنم این جوابش نمیشه 4 و بقیه بچه‌ای که میگن 7. بچه جواب هفت بگید غلطه. شما تو جمع دقت کن تون تون جواب اشتباه ندید. دقت تو جمع حق تفکیک نداریم. بچه لفظی که اومدم رو گوش کنید. میگم چند تا رادیکال میبینی؟ میگی یه رادیکال. میگم آفرین جواب شد استور. اینجا رو نگاه. حالا بچه بیدرویم. آقا چند تا رادیکال میبینی؟ میگم دو تا رادیکال میبینم. خب جواب دو تا به دست بیار. یعنی یه بار جواب رادیکال اولیه، یه بار جواب رادیکال دومیه. آها اینه جواب اولیه 3، جواب دومیه ایشالله تمام. اینم از این. دمتون گرم. انشالله ما همیشه انقدر شما رو خوب با انرژی قوی ببینیم، حال کنیم از کلاستون. همتون گرم. خب درس توان تمام شد. بریم یه دوتا مثال خوشگل با عمل کنیم. خب شروع کنیم. بچه مثال این قسمت شو بریم با هم دیگه.
آه یه بحثی که می‌خواستم بگم یادم رفت بهتون بگم، الان سوالش دادم خودشو یادم اومد بهتون بگم، بحث گسترده نویسیه. آقا ما گسترده نویسی سال‌های قبل هم داشتیم. گسترده نویسی یعنی مثلا یکان، دهگان، صدگان، هزارگان اینا رو جدا بکنیم. خب الان می‌خوام گسترده نویسی رو در قالب عبارت تواندار بهت یاد بدم. سوال 12 رو همه ببینن، تصویر جزوه رو نگاه کن. گفته گسترده توانی اعداد زیر را بنویسید. خب الان عدد ما چند اولیه؟ 827. اینجا بنویسم قشنگ ببینید. 827. 827. خب 827 چون ما میدونیم که این 827 این عدد هفت یکانشه، پنجم ابتدای بلده دیگه، یکانته، این دهگانته، این صدگانته. صدگان. خب قبلا ما بچه بودید اینو اینطوری مینوشتیم، میگم بچه بودید یعنی مثلا سال ششم بودی اینجوری میکردیش، میگفتی 800 یعنی 8 تا 100 تا، این هستی به علاوه، درسته؟ 20 یعنی 2 تا 10 تا، تو دهگانته دیگه، 2 تا 10 تا به علاوه 7 تا 1 دونه، 7 تا 1 دونه. این مال سال ششمت بود، اینجا هم نوشتم ششم. خب بچه ها الان میخوام از سال هفتم شروع کنم این عدد رو، نگاه کنید اینجا رو، از سال هفتم ببینیم ما هم دیگه. خب یه نکته بگم، توی خانواده های ده اینجوری می نویسم، خانواده های ده، تو خانواده های ده. خب خانواده ده یعنی چی؟ یعنی 10، 100، 1000 الاخر. تو خانواده های ده چی کار کنم آقا؟ یا به تعداد صفر ها توان میزان. توی خاندان ده به تعداد صفر توان میذاریم، توان میگذاریم. خب توان بذاریم، بریم ببینیم اگه به تعداد صفر تمام بذاریم چه اتفاقی قراره بیفته برای این سوال ما. خب بچه عزیزم 8 ضرب در این خانواده چند تا صفر داره؟ 2 تا. میشه 8 در 10 به توان 2. تواندار کردیم آقا. 2 ضرب داره، چند تا صفر داره؟ 1 دونه. 10 به توان 1. اینو نگاه کن چه خوشگله، چند تا صفر داره؟ این چند تا صفر؟ صفر نداره. میشه 10 به توان 0. مگه میشه؟ چرا نشه؟ ما یاد گرفته بودیم که هر عدد به توان 0 میشه چند؟ میشه 1. یه نگاه بنداز تخته رو، یه نگاه بنداز تخته رو، بدو 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 بدو. اینم گسترده نویسی و آخرین مبحث از مبحث توانهای شما. ایشالا ما جلسه بعدی ادامه ماجرا رو تحت عنوان مبحث یه تایم کوچولو میذاریم عبارت جبری میگیم، یه تایم کوچولو میذاریم بردار مختصات میگیم. باشه چشم. یه بار دیگه ببین کیان آره دیگه، به تعداد صفرامون باید توان بذاریم. تا اینجا شو که لعی خانم بلدی. 827 یعنی 8 ضرب در 100، 20 یعنی 2 ضرب در 10، 7 یعنی 7 ضرب در 1 دیگه. خب یه نکته اینجا نوشتم، گفتم به تعداد صفرا باید، به تعداد صفرا، آره کیونا، باید به تعداد صفرا توان بذاریم. چند تا صفر داره؟ 2 تا صفر داره، پس میشه 8 ضرب در 10 به توان این، 10 به توان 2. به علاوه 2 ضرب در 10 به توان این میشه 2 ضرب در. چند تا صفر داره؟ 1 دونه. میشه 10 به توان 1. 7 ضرب در 10 نگاه کن، اصلا صفر نداره، پس ما اصلا اینجا صفر نزار. اینم از این. بچه های عزیز من جلسه امروزمون و در کل جلسه مربوط به یادآوری مبحث توان اینجا به اتمام میرسه. بله زهر وسط پرانتزات حتما جمع رو بذاری. در اطور دریافت کلاس آنلاین با خانم رات لطفا هماهنگ بکن که حالا به چه طریق میتونی کلاس آفلاین رو ازشون بگیری، اینو در جریان نیستم. ما انشاءالله جلسه بعدی خدمتتون برسیم. مبحث بعدی از مبحث‌های مشترک این سال هفتم رو خدمت دوست گلم میگیم. مراقب خودتون باشید. مرسی از حضور امروزتون. ممنون. هزار ماشاءالله بهتون. مبینا لطف دارید. بچه عزیزم اسمتون خیلی زیاده.
هزار ماشاءالله همه تون همیشه لطف داشتید، دم شماها گرم. بدون تعارف نهار خانم خیلی گلید همه تون. مرسی از محبتتون. دوست دارم چتاتون رو بخونم چون انقدر انرژی خوب میدید، انقدر هم نیاز دارم به این انرژیه، انقدر حال آدم خوب میشه که لذت میبره. مرسی بچه ها، مرسی، مرسی ازتون. شما هستید که ما میتونیم بیایم سر این کلاس ها. خیلی مراقب خودتون باشید. فقط از خداوند میخوام که انشالله زودتر این مشکل و این موضوع برطرف بشه، من بتونم بچه‌هامو ببینم چون واقعا دلم برای هم تنگ شده. مرسی از انرژی خوبتون. مرسی، مرسی، مرسی. بچه‌ها مراقب خودتون باشید تا جلسه بعدی یه کلاس دیگه دوباره ببینمتون. ممنون از حضورتون، مرسی از وقتتون. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ.